مرجع قدر شیعیان جهان آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی مد الله العالی بیاناتی مهم را در اجتماع رؤسا و اعضای مواکه و حیعتهای حسینی شهر مقدس کربلا ایراد فرمودند. مرجعیت شیعه با قرائت حدیث شریف نبوی درباره جاودانگی شاعر مقدس حسینی فرمودند، خدای متعال اراده فرموده است که امام حسین علیه السلام و آنچه با ایشان ارتباط دارد روشن، آشکار و بالنده باشد و تاریخ از 1400 سال پیش تا به امروز این مطلب را ثابت کرده است. ایشان ضمن اشاره به تلاش حکام ظالم در طول تاریخ برای از بین بردن یاد امام حسین علیه السلام تصریح کردند تاغوتها و جباران تمام توان و امکانات خود را صرف کردند تا یاد و نام امام حسین علیه السلام را از بین ببرند و این چراغ فروزان هدایت را خاموش کنند اما خدای متعال بالندگی و ماندگاری را برای آن حضرت اراده و مقرر فرموده است معظم الله با هشدار درباره کوشش بیوقفه دشمنان برای تضعیف شعار امام حسین علیه السلام خاطر نشان کردند دشمنان از دیرباز تا به امروز کوشیدند و میکوشند تا شعار مقدس حسینی را تضعیف کنند و به این منظور به امور سلبی پرداختند اما حسینیان در سراسر جهان باید بکوشند در صف و شمار کسانی باشند که نیرو و توانمندی خود را برای تقویت شعار مقدس حسینی و گستراندن آن صرف می کنند. مرجعیت شیعه همچنین در تجلیل از دفاع ملت عراق از شاعر حسینی فرمودند متاسفانه امروزه شاهدیم که در عراق سرزمین اهل بیت علیه السلام و بر ضد ملت مظلوم و شکیبای عراق مشکلاتی فراوان رقم زده می شود ولی این ملت صبور پیوسته در مقام دفاع و حمایت از شاعر مقدس حسینی اند و دمی از پای نمی نشینند. مشروح بیانات مرجعت شیعه آیت الله عظمه شیرازی از 17 شبکه مستقل شیعی و به پنج زبان زنده دنیا پخش شد.